الان همراه میشیم با همکارم مسعود امیرپناهی برای بررسی اهمیت سفر الکاظمی نخست وزیر عراق به عربستان. مسعود با سلام خدمت شما، از اهمیت این سفر و تصمیماتی که گرفته شده برامون بگو. سلام میکنم خدمت شما همچنین بینندگان عزیز تلویزیون. بله ببینید، در رابطه با این سفر باید بگم که اولا این سفر قرار بود که 11 ماه پیش انجام بشه که به دلیل بیماری ملک سلمان منتفی شد. در مورد اهمیت هم که گفتید، خب ببینید از اهمیت خاصی این برخورد داره، هم به دلیل شرایط منطقه و هم به دلیل نتایجی که این سفر داشته که الان من به اون اشاره میکنم. ببینید این سفر در شرایطی انجام شده که نفوذ رژیم در عراق پس از قیام‌های اکتبر که تا همین الان ادامه داره به شدت کم شده. شبه نظامیان رژیم هم در همین دلیل زیر فشار هستن. حالا به قیام‌های مردمی، به همین قیام‌ها هلاکت قاسم سلیمانی هم اضافه کنید، تازه یه مقداری میشه موقعیت ضعیف رژیم رو بهتر فهم کرد. علاوه بر این یک جبهه جدیدی در منطقه شکل گرفته که تضاد اصلی این جبهه رژیم آخوندیه که تقریبا شامل همه کشورهای عربی هم میشه. اینم محصول دخالت‌های تروریستی خود رژیم در منطقه است، یعنی دخالت‌هایی که تو همین کشورها کرده که البته با هلاکت قاسم سلیمانی یه ضربه اساسی خورده. حالا شما شاید بگید که عملیات تروریستی قبلا هم بوده، چه پارامتر جدیدی وارد شده که الان رژیم به عنوان تضاد اصلی منطقه و در واقع عامل وحدت و جبهه بندی جدید بشه؟ پاسخ من اینه، بله درسته قبلا هم عملیات تروریستی بوده، حتی بیشتر هم بوده، همه از جمله آمریکا و اروپا و همین منطقه و همه مرعوب رژیم شده بودن، اما اون چی که نبوده یا بهتره بگم دیده نمی‌شده نارضایتی اجتماعی در ایران بوده، نارضایتی شدید، چون مجاهدین و مقاومت ایران از روز اول گفته بودن که این رژیم در ایران هیچ پایگاهی نداره. بنابراین اون چی که دیده نمی‌شد یا با قیام‌های در واقع دیماه 96 و آبان و دیماه 98 همه دیدن که نه تنها هیچ پایگاهی رژیم در داخل ایران نداره، بلکه شرایط اجتماعی ایران در موقعیت انقلابی قرار داره و هر لحظه میتونه به سرنگونی رژیم تبدیل بشه. در یک کلام یعنی الان رژیم برای بقای خودش میجنگه و نه برای گسترش به اصطلاح عمق استراتژیش که البته اونم ماهیت دفاعی داشته. بنابراین سفر کاظمی به عراق رو باید در این کادر شرایط دید. من از شرق الاسد یک فاکتی امروز دیدم، من میخونم ببینید چی میگه. میگه که عراق در اردوگاه برادران خود خواهد ماند، هیچ عربی نیست که دیدار کاظمی از سعودی را تشویق نکرده باشند تا عراق به اردوگاه، همون تو پرانتز نوشته آغوش طبیعی عربی خود برگردد. استقبال بسیار گرمی که از کاظمی در عربستان شد یک پیام عربی واضح در مورد جایگاه عراق در نزد عرب است. یعنی هدف اینها بیرون کشیدن عراق از زیر سلطه رژیمه. اما در رابطه با نتایج سفر که گفتید، در یک بیانیه مشترک در واقع امضا کردند که تو این بیانیه در صدر توافقاتشون مسائل امنیتی مرزه. در رابطه با همینم مثلا کاظمی اومده گفته من به هیچ عنوان اجازه نمیدیم که از خاک عراق به عربستان حمله ای صورت بگیره. اینم حمله که مشخصا از شبه نظامی وابسته به رژیمه. همچنین 5 توافق نامه بین عراق و عربستان امضا شده. گذرگاه مرزی که از سال 1990 که عراق به کویت حمله کرده بود باز بسته بود، بازگشایی شده و قراره که گذرگاه‌های دیگه هم باز بشه. یک نکته مهم این که یک صندوق مالی 3 میلیارد دلاری قراره که تشکیل بشه که این کمک بسیار زیادی به اقتصاد زیرساخت‌های عراق میشه. عربستان توافق کرده که در به اصطلاح تولید برق به عراق با عراق همکاری کنه. همونطور که میدونین همین الان عراق کمبود برقش رو از ایران میخره که سر پولش هم یه سری دعواها و مشکلاتی داشتن. اما با این سرمایه‌گذاری در واقع زیرساخت عراق هم، برق عراق هم که از جنگ اول خلیج حمله به کویت منهدم شده بود در واقع بازسازی میشه. در زمینه نفت هم یک سری توافقاتی کردن، چون میدونین که عراق
دومین کشور صادر کننده نفت اوپک بعد از عربستانه که قرار شده با هم دیگه همکاری بکنن و به اصطلاح زیر ساختاشو تامین بکنه. وزیر برنامه ریزی عراق هم گفته که این کشور 6000 طرح پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری سعودی ها تهیه کرده که حدود 100 میلیارد دلاره. بنابراین در یک کلام نتایج این سفر در واقع منجر به کاهش نفوذ رژیم در عراق میشه. وابستگی رژیم اقتصادی رژیم رو به رژیم رو کم میکنه و این خواست مردم عراقه و رژیم هم از این وضعیت به شدت آشفته است. بله، با تشکر از شما مسعود به خاطر توضیحاتی که برامون دادید و در این گفتگو همراه ما بودید.